به نام خدا سلام دوستای نازنین، به آموزش غذای افغانی خوش آمدین. امید که در گوشه و کنار از دنیا هستین، صحت و سلامت کامل داشته باشین. در کنار فامیلتان با یک ویدیوی جدید در خدمت شما عزیزان هستم. امید که تا پایان ویدیو مرا همراهی کنین. امروز تصمیم دارم شوله زرد پخته کنم. امید که از این طریقی که من پخته میکنم خوشتان بیه. تشکری میکنم از دوستایی که کامنت میمونه، لایک میکنه، سابسکرایب میکنه. جهان سپاس، منتظر انتقادات پیشنهادات شما عزیزان هستم. کامنت های شما به من انرژی میده تا ویدیوهای بهتر بسازم. خب بسم الله گفته شروع میکنم. در قدم اول دو گلوس برنج شوله ایر در کاسه مندازم. از این برنج میده دانه استفاده کردیم. این برنج بسیار بر شوله خوبه، شوله رو خوب لوابدار و خوبش میسازه. حال برنج میشویم، بعد از اینکه ششتم آب دهش مندازم. بر 3-4 ساعت ترش میکنم. هرچی زیادتر تر کنید شولش موقع زیاد خوبش میه. سرش بسته میکنم، بر 3 ساعت میمونم. بعد از 3 ساعت برنج تر شد. یک بسته زعفران گرفتیم، ما قبلا زعفران رو دم کردیم. حالا این برنج آب اضافی که داره صاف میکنم. بعد از اینکه صاف کنم در دیگه اضافه میکنم. برنج خوب صحیح تر شده. بعد از اینکه برنج اضافه کردم در سر برنج آب مندازم. دو گیلاس برنج گرفتیم، در دو گیلاس برنج 20 گیلاس آب مندازم. در گیلاس برنج باید 10 گیلاس آب بندازه. شولش خوب ملایم و نرم بیه. بعد از اینکه آب انداختم منتظر می باشم که جوش بیه. البته آب جوش بود چون برنج سرد بود، آب سرد ساخت. از خاطر یک کمک می مونم تا جوش بیه. و مرتب شور می تونم. برنجم جوش آمد. این روی شوله کف کده، حالا کفایشه میگیرم. کفایشه هسته هسته با قاشق میگیرم. کفایشه گرفتم، حالا شور میدم شو هسته هسته. سرش بسته میکنم، دوباره باز میکنم، شور میدونم تا مرتب چند دفعه. سرش باز میکنم و شور میدونم. سرش دوباره باز کنم، شور میدونم. تقریبا شوره در حال پخته شدن است. کم دیگه مونده. سرش بسته میکنم، یک 5 دقیقه دیگه میمونم. 5 دقیقه دیگه موندم دیگه شوله نرم شده. دانه برنجش سعی میکنم که خوب نرم شده یا نشده. بسیار خوب سعی نرم شده. حال نوبت بوره میرسه. بعد دو گیلاس برنج 3 گیلاس بوره مندازم. البته میتونین دو گیلاس بوره بندازم، به خاطر که من یک ذره شیرین زیادتر خوش دارم 3 گیلاس مندازم. اگه شما متوسط خوش دارین دو گیلاس بوره بندازین. من 3 گیلاس انداختم. بعد از اینکه بوره را انداختم شور میتم شه بوره ما بشه در داخل برنج. بعد چند دقیقه شور دادم و نوبت زعفران شد. زعفران هم اندازم. زعفران کم کم اضافه میکنم، نظر به رنگش اضافه میکنم. مال کم استفاده کنم، اگه کم رنگ بود باز یک کم دگام مندازم.
فعلا یک ذره شور میدم، یکم شور دادم و دیدم که رنگش یک ذره کمتر، یک ذره دوباره مندازم، بسیار کم دیگه مندازم، دوباره شور میدم که گرد شوه. بسیار یک شوله زرد لوابدار خوبش آمده، بخاطر که ما از برنج دوشی استفاده کنیم، برنج بسیار بر شوله زرد خوب است. نیم قاشق هلش اضافه میکنم، بعد از اینکه هل اضافه کردم یک قاشق گلاب دش اضافه میکنم. حالا یک بسته دش جلغوزه مندازم، مولادای پسته و خسته رو دوست نداره، از خاطر ننداختم. شما میتونین امروی خلال پسته بندازین، خلال بادام بندازین، اما من جلغوزه انداختم یک بسته، چون اولادم با جلغوزه دوست داره، از خاطر جلغوزه انداختم. شما از بادام یا از پسته یا از بادام زمینی هر کدامش که خوش دارین بندازین. دش مسکه مندازم، داخل مسکش استفاده میکنیم. بعد از اینکه مسکه را انداختم یک چند دقیقه شور میتم، سرش بسته میکنم، بر 20 دقیقه میمونم، بسیار به درجه کم میمونم تا که شوله زرد دم بگیره. بسیار حرارت گاز کم میکنم، بیست دقیقه دم ماندم، شوله زرد آماده شده، واقعا بسیار خوبش آمده، نه زیاد سخت آمده نه زیاد آبکی آمده، متوسط بسیار خوبش نرم شده. حالا ظرف ما میکشم، در ظرف که خودتون دوست دارین بکشین. ما بسیار ساده آماده کردیم، شوله زرد کشیدم. حالا یکمک بار پودر پسته گرفتم، یکمک بارم دارچین گرفتم، یکمک بارم پودر ناریال گرفتم برای رویش. بر دیزاین که دوست داشتین روی شوله زردتان آماده بسنین، یا حتی ساده نوش جان کنین، سادهش بسیار خوب است. من خودم طرفدار سادهش هستم. ما گور دارچین انداختم و کم کم پودر پسته مندازم، دو سه دانم بادام، بادام آرام به این صورت میمونم. حالا دوباره در سر دارچین پودر پسته مندازم، شوله زردم آماده شد، یکم بارم پودر ناریال مندازم،
دوستای نازنین رسیدیم به پایان ویدیوی این بود. ویدیوی امروز که شوله زرد پخته کردم، امید که از این طریق که من پخته کردم خوشتون بیاید. اگر خوشتون اومد حتما با دوستانتون شریک بسازید. تشکر که تا ایدم با ما بودین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. زندگی پر از شادی براتون آرزو میکنم. خداحافظ شما عزیزم.